درود به همه شما ورزش تیوبی های عزیز و با معرفت. این ویدیو رو میخوام با یه خبر درباره عادل فردوسی پور شروع کنم. دو روز قبل بود که بعد از منتشر کردن یه کلیپ کوتاه از حرفای عجیب و غریب و غیر حرفه‌ای خیابانی، گفتم این که توی صدا و سیما که یه سازمان کاملا دولتی محسوب میشه، یکی مثل فردوسی پور حذف میشه و یکی مثل میثاقی و خیابانی باقی میمونن، کاملا نشون میده که از پایین تا بالای جمهوری اسلامی و توی همه وزارتخونه ها و سازمان های دولتیش چه خبره و از همین نقطه میفهمیم که چرا وضعیت زندگی هامون تبدیل به یه همچین فاجعه‌ای شده. باور کنید که بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی مردم هستن. هر کسی که مردمی باشه باید حذف بشه. نمونه های داغش هم همین وریا غفوری و علی کریمی. مردمی بودن یعنی عادل فردوسی پور. مردمی بودن یعنی اینکه فردوسی پور برای مصاحبه با طارمی به بوشهر سفر کرده و بوشهریا با یه همچین شور و شوقی ازش پذیرایی کردن. سازمان صدا سیما دارم شکایت، همه سازمان صدا سیما از آقای فردوسی پور کنید حمایت، از آقای فردوسی پر کنید حمایت. سازمان صدا سیما دارم شکایت، بلند سازمان صدا سیما دارم، از آقای فردوسی پر کنید حمایت، از آقای فردوسی پر کنید. هر کجا بخوام بره میگن بفرما، هر کجا بخوام بره میگن بفرما، اما که ته دلش صدا و سیما، اما ته دلش میگه صدا و سیما. سازمان صدا سیما دارم شکایت، سازمان صدا سیما دارم شکایت، از آقای فردوسی پر کنید حمایت، از آقای فردوسی پر کنید حمایت. هر کجا بخوام بره میگن بفرما، هر کجا بخوام بره میگن بفرما، اما تحتیلش میگه صدا و سیما، اما تحتیلش میگه صدا و سیما. افتخارش دسته خیلی بهم. فقط 1% تصور کنید به جای فردوسی پور خیابانی یا میثاقی رفته بودن بوشه. اگه تخیل قوی داشته باشید میتونید متن آهنگی که مردم براشون میخوندن رو خودتون حدس بزنید. دو روز قبل بود که توی یکی از ویدیوهام گفتم که ظاهراً درگیری شدیدی بین دبیر و پولادگر توی جلسه مجمع به وجود اومده. اون زمان هیچ سند و مدرکی برای این خبر وجود نداشت، ولی منابع موثقی این موضوع رو تایید کرده بودن. امروز بالاخره ویدیوهایی از درگیری لفظی و البته جالب بین این دو نفر منتشر شد. فارغ از هر گونه جانبداری درباره این موضوع که به نظر من همشون سر و ته یک کرباسن، به سطح پایین درک و شعور هر دو طرف به خوبی دقت کنید. یه لحظه آقا ببخشید. بفهم. این بنده که داریم میگی مستندش رو داری؟ این بنده رو شما این مجموعه نوشتید. من دارم ایراد میگیرم. نه. استاندارد کو ایراد استاندارده؟ ببین با من آقای با کلمات بازی نکنیم. خب برادر من دارم میگم که شما الان یه سری ایراد گرفتی درست، یا من که میدونم همش اشتباهه، داری میگی اینا اشتباهه بر اساس این بندیم و اون بنداتو میشه من اینجا بذارم الان به همه نشون بدم بنداتو بده؟ آقا جواب اضافی من نمیخوام، بنداتو داری؟ ما نوشتیم برادر من، ما حسابرس من نوشته بر اساس این بند، این قانون، این شما داری ایراد میگیری بر اساس چی؟ حرف شما نه اینجوری نشد. اگه میخوای تو این جلسه ایراد بگیری مستند، ما حرفمون با وزارت ورزش و شخص شما که مشاوره رئیسم اینجاست، هر چی میخوای بگی مستند بگی، مخلصم هستم، رو هوا حرف نزنی اینجوری. نه ببین اینجوری باشه، منم الان میگم بر اساس بند 4 قاف فلان فلان، خب اینجا چه میدونم؟ این چه حرفیه؟ آقا اشکال نداره، من حرف تو قبول دارم، مستندتو نشون بده، قانون تو هم رو موبایلت سرچ کن نشون بده، کاری نداره. چطور میگی ما تو رو سرچت کنیم ببینیم عضو کارشناس حسابرس هستی یا نه؟ خب همین هم سرچ کن نشون بده، به خدای قانون بلد باشی سرچ کن نشون بده. چه حرفی آخه؟ با منم این کارم دیگه اصلا داره. آخه من که مثلا جالبه آقایون بدونی، جالبه اصلا تو بندای حسابرسینا اصلا ما هیچ موقع از هیئت رئیسه نباید امضا کنن،
حسابرس ما گیر داد آقا امضا بکنن. من گفتم واسه ما مورد نداریم. اینا بازرس ما اینجاست. کو حراست ما؟ حراست کجاست؟ آقا حراست ما اینجاست. من اصلا به اینا گفتم شما رئیس فدراسیون هر چی رو خواستین ورود پیدا کنید. مالی فلان بیسا همه چی. از 11 تا امضا 10 تا هیئت رئیسه هر کدومشون باز خودشون کسین. امضا کردن. هیچی گیر نیوردی. میگه یه امضا کمه؟ آخه برادر من این شد اصلا گیر تو به جایی که بیه بگی باری که گوش بده برادر من وایس های شکرشه بذار توجیهت کنم. من نمیدونم قبلا کجا بودی الان اومدی اینجا. من با اینو بهت بگم اینجا یه روزی بالای 30 میلیارد تومن بدهی مالیاتی داشته این فدراسیون. عوض که بگی بیای بگی باری کلا فدراسیون رو کشی با این همکارای من با 31 استان. عوض که بیای بگی باری کلا رشد فلان داشتید عملکرد داشتید. عوض که بگی باری کلا سیستم فلان رو راه انداختی منابع انسانی رو انداختی. میگه چرا یه امضا کمه؟ اونا مثلا امضا که لازم نبوده. آخه این حرف یه ایرادی میگی پس داره به این مجمع نخندن تو کلاس مجمع نیاین برادر من. یه بار دیگه ما برید ببینیم کارشناسا رو ببینیم چه جوری شما کدوم عضو کجاشی من ببینم. اجازه بدید ما با جامعه سنوگرافی در خصوص موضوعات مطمئن مکاتبات انجام صورت مالی نمونه واسات میفرستن که تایید خود دیوان محاسبات دوش دو تا مقام بیشتر امضا نمیکنن. آقا اشکال نداره شما هم قانونتون نشون بده. چرا نشون نمیدی؟ قانونتون اینکه نشون داد ما قانونمون نشونم قانونتون نشون بده. نه سرچتون نشون بده آقا کاری نداره. پس دیگه گیر علکی نده بشین. ادامه بده آقای بفرمایید آقای وطنی. اینه کی ورده ایسی نمیدونه چی علکی داره حرف میزنه. خب معلومه دیگه اینه که شما بیارید معلومه. ادب من به تو رفته. اون روزم گفتی چی نگفتم جلوی جمع. شکر شکر اگر شما رو ضریب حساسیت بحثی داری آقایون 131 میلیارد عملکرد فدراسیون بوده تو همه فدراسیون الحمدلله رب العالمین با کمک شما بالاترین بوده. اگر رو ضریب حساسیت که بتونه اثر بذاره رو اظهار نظر رو چی داری برادر من بگو. نه که رای گیری بکنی چون مشخص اینا ما واسه شما فرستادیم شما بنداتم بر اساس بند قانون مسبب بکن و حساب رس مکلف جواب بده. من نباید دفاع کنم ولی چون سوالایی که شما میکنی مستندیس من مجبورم بیام وسط. اگر نکته‌ای داری بگید. اگر دوستان ایرادی دارن ما الحمدلله بعد از 3 سال شدیم مقبول. نکته‌ای داری برو بخون مستنداش هم بده باز بفرست. وظیفه حسابرسه قرارداد بسته بعد به شما جواب بده. اگه موافقن دوستان رأی گیری بکنن. بنداتو دارین ولی ما نوشتیم برادر من ما حسابرس من نوشته بر اساس این بند این قانون این شما داری ایراد میگیری بر اساس چی حرف شما نه اینجوری نشد. اگه میخوای تو این جلسه ایراد بگیری مستند ما حرفمون با وزارت ورزش شخص شما که مشاوره رئیسم اینجاست هر چی میخوای بگی مستند بگی مخلصم هستم رو هوا حرف نزنی اینجوری نه. ببین اینجوری باشی منم الان میگم بر اساس بند 4 قاف فلان فلان. خب اینجا چه میدونن این چه حرفیه؟ آقا اشکال نداره من حرفتو قبول دارم مستندتو نشون بده قانون تو هم رو موبایلت سرچ کن نشون بده کاری نداره. چطور میگی ما تو رو سرچت کنیم ببینیم عضو کارشناس حسابرس هستی یا نه؟ خب همین هم سرچ کن نشون بده به خدای قانون بلد باشی سرچ کن نشون بده. چه حرفی آخه با منم این کارم دیگه اصلا داره. آخه من که مثلا جالبه آقایون بدونید جالبه اصلا تو بندای حساب رسینا اصلا ما هیچ موقع از هیئت رئیسه نباید امضا کنن. حسابرس ما گیر داد آقا امضا بکنن. من گفتم ما اصلا ما مورد نداریم. اینا بازرس ما اینجاست. کو حراست ما؟ حراست کجاست؟ آقا حراست ما اینجاست. من اصلا به اینا گفتم شما رئیس فدراسیون هر چی رو خواستین ورود پیدا کنید. مالی فلان بیسا همه چی. از 11 تا امضا 10 تا هیئت رئیسه هر کدومشون باز خودشون کسین. امضا کردن هیچی گیر نیوردی. میگه یه امضا کمه؟ آخه برادر من این شد اصلا گیر تو به جایی که بگی باری که گوش بده برادر من وایس های شکرشه بذار توجیهت کنم. من نمیدونم قبلا کجا بودی الان اومدی اینجا. من با اینو بهت بگم اینجا یه روزی بالای 30 میلیارد تومن بدهی مالیاتی داشته این فدراسیون. عوض که بگی بیای بگی باری کلا فدراسیون رو کشی با این همکارای من با 31 استان. عوض که بگی باری کلا رشد فلان داشتید عملکرد داشتید.
عوض که بگی باری کلا سیستم فلان رو راه انداختی، ملا به انسانی رو انداختی، میگه چرا یه امضا کمه؟ اونم مثلا امضایی که لازم نبوده. آخه این حرف یه ایرادی میگه پس داره به این مجمع نخندن، تو کلاس مجمع نهر پایین. برادر من یه بار دیگه ما برات ببینیم کارشناس رو ببینیم چجوری شما کدوم عضو کجاشی من ببینم. مطمئنه این کاتبات انجام به صورت مالی نمونه واسط رو میفرستن که تایید خود دیوان محاسبات دوشه دو تا مقام بیشتر امضا نمی کنن. آقا اشکال نداره، شما هم قانونتون نشون بده. چرا نشون نمیدی؟ قانونتون که نشون داد، ما قانونمون نشون هم قانونتون نشون بده. نه سرچتون نشون بده، آقا کاری نداره. پس دیگه گیر علکی نده بشین، ادامه بده آقایه. بفرمایین آقای وطنی. اینه چی ورده ایست؟ نمیدونه چی علکی داره حرف میزنه. خب معلومه دیگه، اینه که شما بیارید معلومه. ادب من به تو رفته. اون روزم گفتی چی نگفتم جلوی جمع. شکر شکر، اگر شما رو ضریب حساسیت بحثی داری، آقایون 131 میلیارد عملکرد فدراسیون بوده تو همه فدراسیون، الحمدلله رب العالمین با کمک شما بالاترین بوده. اگر رو ضریب حساسیت که بتونه اثر بذاره رو اظهار نظر، رو چی داری برادرم بگو، نه که رأی گیری بکنیم، چون مشخص اینا ما شما فرستادیم، شما بنداتم بر اساس بند قانون مسبب بکنم، حساب رس مکلف جواب بده، من نباید دفاع کنم، ولی چون سوالی که شما میکنی مستند نیست، من مجبورم بیام وسط. اگر نکته‌ای داری بگید، اگر دوستان ایرادی دارن، ما الحمدلله بعد از 3 سال شدیم مقبول. نکته‌ای داری برو بخون، مستنداش هم بده باز بفرست. وظیفه حسابرسه، قرارداد بسته، بعد به شما جواب بده. اگه موافقن دوستان رأی گیری بکنن. محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی هم از دبیر حمایت و به طرز عجیبی به پولادگر توهین کرد. بنا با انتشار این استوری نوشت: علی دبیر عزیز، ازت ممنونیم که با آدم کوتوله ها می جنگی برای بزرگی کشتی. با احترام به تمام رشته های ورزشی و فدراسیونشون. از اینکه توی این ویدیو هم همراه من بودید سپاسگزارم. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم فشار بدید تا بتونم خیلی سریع شما از زانو در جریان اتفاقات و حواشی ورزش این آن جهان قرار بدید.